یکی از قوی ترین و زیباترین شعرهای زندان در تاریخ معاصر، نامه فدایی شهید احمد خرم‌آبادی به مادرشه. وقتی احمد توسط سواک شاه دستگیر شده بود، مادرش به شاه نامه می نویسه و ازش درخواست می کنه که پسرشو ببخشه. شاه هم با این شرط که احمد ابراز ندامت بکنه و به خدمت رژیم در بیاد، درخواست مادر رو قبول می کنه. اما احمد وقتی از ماجرا مطلع می شه، نامه ای خطاب به مادرش می نویسه و این نامه که در زندان اوین سروده شده و نشون دهنده روحیه مقاومت، فداکاری و تسلیم ناپذیری مبارزان راه آزادیه، اینطور شروع میشه. مادر خوب سلام، دست پر درد تو را میبوسم. برادرانم خوبند؟ راستی مادر جان، رفیقان عزیزی که ز من میپرسند، لطف کن عرض سلامم برسان. پدرم، آه مادر، دیشب خواب دیدم پدرم بیمار است و روی مهتابی مشرف به حیات خفته در بستری و تبدار است. خواب دیدم که غروبی است دلنگیز و بهاری دلتنگ، و تا در گوشه تاریک اتاقی غمناک زانوان را به بغل کرده و می نالیدی. پسرم، وای خدا، گشت چه خاکی به سرم. مادر، به تو سوگند که از بحر تسلای تو نیست، نه فقط خانه ما غمبار است و نه تنها پدرم بیمار است، چه بروجرد و لرستان و چه گیلان و سپاهان و چه شیراز و چه کرمان و به هر خطه در این مدخل زندان بزرگی که بود کشور ایران، صبح غمبارتر از تنگ غروب است. غروب از شب تاریک دل آزارتر و کوه و در و دشت همه تیره و تارند، و چه بسیارند پدرها ز کرد و لر و گیلک، ز ترک و عرب و فارس زبانی که ز بیداد و ستمکاری ضحاک زبانه، که به خونخاری و خونریزی به ضحاک زده نارو و بسته است چنگیز مغل دست، و در صحنه صفاکی و در قتل و جنایت رکورد همه تاریخ شکسته است، و در عرصه بدنامی و بیشرمی و نامردی و نامردمی از شهر گذشته است. بله ای مادر محبوب، زیادند پدرها که زداغ پسرانی که به زحمت دیگه عمر به پرورد جوانان، ولی ذاتش رگبار مسلسل تنشان گشته مشبک، زدق مرده و یا راهی دنیای جنون گشته و یا چون پدرم در شرف مرگ به بستر شده بیمار و نزارند. باری مادر محبوب، پس از عرض سلام و از این طول کلام، مطلبی با تو مرا در کار است. مادر، از تو گلم بسیار است. مطلب این است که دیروز نگهبان در سلول مرا باز نبود و زپایم به عطوفت قل و زنجیر گشود و مرا برد به زندان، به اتاقی که در آن دشخیم است. ها نگویی مادر که مرا ذره از این سگ زنجیری زندان بیمه است. باری آن مردک دشقیم که از پنجره می دید، زجا جست و دوید تا به بیرون اتاقی که درنم بود به استقبالم، و در این طول زمان داد چندین سلام و به تملق پس هر بار پیاپی می گفت بنده از دیدنتان خوشحالم. الغرض برد مرا توی اتاق، روی مبلی بنشان و نبودی که ببینی مادر که چسان مردک دشخیم چو سگها می کرد، آنقدر لابه و دربندگی و عجز نمود، آنقدر لب به سخن بست و زنو باز گشود، جان من را به لبانم برساند. آخر الامر چنین گفت. از اینجا به بعد احمد برای مادرش بازگو می کنه که ساواک چه پیشنهادی بهش کرده و اون چه پاسخی داده. در قسمت بعد پیشنهاد ساواک و پاسخ احمد خرم‌آبادی و همینطور سرنوشت مادرشو دنبال میکنه.